ارسین جان، من دیگه نفر آخری، چون منم زود باید برم. بگو. سلام، خوبی آمی؟ مرسی. تازه اومدی کجا بری؟ نمیرم ولی میگم نفر آخری. ولی نه شکر میکنم، اگه عجبه داری بعدا من بیام. نه 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 بگو. آره الان فقط یه چیزی میگم، آقا مجید گفت ما نسل سوخته انقلابیم، خواستم بگم که اگه صدا میشنوی شما سوخته ای ما چیم دیگه، فکرم جزقاله شده ایم نسل شما، بازی آزاد عوازه اصلا تو اون دوران زندگی کردیم، ما چی بگیم دیگه. آره یکی اینو میخواستم بگم، یکی همین که حالا با این که حالا کاری از دستم واقعا برنمیاد، داری واقعا حالا من خیلی از دور بریم واقعا اینجا خیلی به فکر مردم افغانستانیم و واقعا متاسفم از اتفاقی که افتاده. این دوستم اومد صحبت کرد، آدم ناراحت میشه واقعا، نمیدونم فهمیدیم شاید آرزوی خوب کنیم یه کاری که از دستمون شاید به اون صورت برنمیاد. خود ایران هم هزار تا مشکل داره ولی نمیدونم چه سرنوشت این دو تا کشور تا الان اینجوری بوده، امیدوارم درست فهم. بعد یکی هم راجع به فمینیست خود، اگه میتونم یه نظری بدم راجع به اون صحبتی که کردیم با آریا. بفرمایید. حالا نمیدونم آریا هست میشنوه یا نه، ولی یه چیزی میخواستم بگم که اتفاقا حالا آریا میگفتش که این داستان رو نباید تقسیم بشه به زن و مرد و اینا، من فکر کنم بیشتر همین جدا کردن زن و مرد اینا رو این مثلا فکرها رو به وجود میاره، به خاطر اینکه فکر نکنم مثلا هیچ کدوم از ما همه قبول داریم که توی تاریخ طولانی به یه مثلا نصف مردهای جهان یه زود مثلا حق باشون گرفته شده، یه منظورم زنها. و خب فکر کنم که الان ما به محلی از انسانیت رسیدیم که وقتشه که این حقا رو دونه دونه بهشون پس بدیم، حتی اگه این حقا الان مثلا چه در تو مثلا یه جامعه مثل ایران یه سری حقا در اختیار مثلا من مرد مثلا میخوام ازدواج کنم، مثلا اینکه خب من متوجه میشم که حتی اگه قانون و همه چی مثلا به من میگه آقا حق طلاق با تو، نمیدونم حق اجازه دادن مسافرت خانومت با تو و اینا، خب ولی خب من دیگه فکر میکنم یه جایی رسیدیم که متوجه شدیم که اینا واقعا حق ما نیست، حتی اگه حالا بهمون دارن میدن. ولی فکر کنم که یعنی منظورم که مشکلی نداره حتی اگه یکی داره، من قبول دارم که فمینیست حالا یه سری از تو همه جریان جنبش‌ها و جریان هستش کسی که حالا خواسته نخواسته بیراهه میبرن اون جریان، ولی این اتفاقی که تو این تایم طولانی تو تاریخ افتاده من فکر میکنم که به اندازه کافی واضح هست که وظیفه خودمون بدونیم که حالا چه به اسم فمینیست چه به اسم حالا انسان دوستی هرچی حداقل این حقا رو بهشون برگردیم، چون واقعا حق حق اسمش لطفی نیست، باید داشته باشه هرکس. من نظرم اینه که حتی اگه بتونیم به یه جامعه‌ای داشته باشیم که حقوق زنان کاملا گرفته شده و حقوق زنان الان کاملا به اندازه حقوق مردان هست، خب حتی تو اون جامعه من فکر میکنم ما فمینیستی لازم داریم، برای اینکه حق یه چیزی نیست که میگیری بعد دیگه کار تموم میشه میری خونه. خب مثلا فرض کنید حق آزادی بیان، حق آزادی بیان اگه شما بتونید از یک حکومتی بگیرید و دیگه آزادی بیان باشه، معنیش نیست که دیگه لازم نیست فعالیت دفاع از آزادی بیان بکنید. خب چون حق بعد از این گرفته شد باید ازش پاسداری کرد، باید ازش دفاع کرد. خب برای اینکه حقی که ازش دفاع، حقی که گرفته شده اگه ازش دفاع نشه، حقی که دست ما دست میدیم. نمونش افغانستان دیگه. آره دقیقا درست. یعنی حتی تو اون موقع ما به نظرم هر حقی رو، حق رای دادن، حق حقوق زن، حق حقوق مرد، حق انتقاد از یه حکومت، هر کدوم از این حقا رو ما میتونیم بگیریم، کسایی که فعالیتشون دفاع از این حقوق هست هنوز باید کارشون رو ادامه بدن که یه موقع این حقا از ما گرفته نشه. برای همین بعضی ها میگن که ما مثلا ما تو این جامعه دیگه دفاع از حقوق زن لازم نداریم، برای که حقوق زن به شدت زیاد هست اینجا، به اندازه مرد هست، برای این مدافعین حقوق زن باید برن دیگه کنار. نه، حتی اونجا هم به نظر من باید دفاع شه، ولی من میگم که حقوق مرد هم باید ازشون دفاع باشه. من کسایی که مثلا میگن که حقوق مرد دان دفاع لازم نداره، یا اینکه اگه حقوق مردان دفاع باید بشه همون حقوق انسان کافیه که دفاع کنیم، نه، حقوق مردان هم وقتی ازشون گرفته میشه به طور خاصی جدا، به طور مثلا کاملا متفاوتی ازشون گرفته میشه. خب برای همین
اگه به طور متفاوتی ازشون حقوق مرد ازشون گرفته میشه، به نظر من به جا هست که بعضی بیان تمرکز کنن روی اون، برای اینکه اگه نحوش فرق میکنه دفاع ازش هم میتونه فرق میکنه. برای همین من دفاع میکنم از تمرکز کردن. آره دقیقا، نمیدونم اصلا از کدوم بخش حرفای من چیز نمیدونم اینو متوجه شد، فکر کردی که من منظورم اینه که مثلا نه 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 باشه تایید بعد. داشتم کردم، آره نه داشتم من تایید من میکردم، من من داشتم تایید آه میکردم از حرفت. آره آه آره من منظورم همینه، ولی یه وقت زیادش اصلا اینو با هم تداخل نداره، یعنی مثلا نه اینکه اگه نه باید. آره یه بخش زیادش اصلا دفاع از حقوق انسانیه، یعنی مثلا ما اگه نمیدونم به اعتقاد داریم که اصلا زنها یه حق و حقوق دارن، این معنیش اصلا این نیست اونا باید از مثلا یه سری مرد گرفته شه داده بشه اونا. اونایی هم که این شکلیه خب فکر کنم اکثرمون معتقد باشیم که خب این حق اوناست که مثلا حالا قانون هم اگه داره بده ما اجتماع میکنه، ما استفاده نمیکنیم ازش، ولی خب اینا باید بشه به حالت قانون بشه. ببین همون جوری هم هست که همون جوری هم که فمینیستی خیلی مثلا بعضی ازش متنفرن به خاطر اینکه بعضی از فعالانش دفاع از حقوق زن نمیکنه، اصلا مردستیزن. خب و این مثلا این فمینیستای مردستیز نباید باعث بشه که مثلا ما از حقوق زن دفاع نکنیم، برای اینکه خیلی از اینا مثلا برای تبلیغات ضرر فمینیستی هستن، مثلا این افراطی های فمینیست هایی که مردستیز هستن. اینم میشه کاملا شباهت داره به خیلی از کسایی که از حقوق مرد دفاع میکنن، خیلی هاشون کاراشون به حقه، ولی خب گروه مدافعین حقوق مرد هم به شدت زن ستیزشون وجود داره. خب یعنی این زن ستیز هایی که توی فعالان حقوق مرد به شدت زیاد هست باعث نشده که من بگم پس از حقوق مرد رو دفاع نکنیم. خب یعنی ما نمیتونیم بیایم افراطی های یه گروه رو ازشون استفاده بکنیم که یک حرکته که واقعا احتیاج داریم ما بهش رو کاملا بذاریم کنار. خب مثلا توی خیلی از اپوزیسیون های ما هم مثلا این مشکل با این سازمان حقوق بشری دارن، خیلی از این سازمان حقوق بشری اینا نه نه تو بگو اتفاقا نه میخواستم ببخشید وسط حرفت پریدم، میخواستم بگم که اصلا این داستان فقط واسه چیز نیست، حقوق زن و مرد نیست، تو هر جریانی دیگه هم نگاه کنی حتی هم اپوزیسیون خودمون همیشه یه سری آدم هستن که به اسم اونا، یعنی تجربه نشون داده که معمولا پیش میاد که یه سری آدم مثلا به اسم دفاع از یه چیزی مثلا یا مثلا به اسم گرفتن مثلا حق مردم ایران به اون اسم وارد کار میشن، بعد تنها هدفشون اینه که اون داستان رو به هم بزنن. این داستان فمینیسم به نظر من این شکلیه، یعنی حتی اگه یه روزی به مثلا نظر من اینو هم هیچ وقت اتفاق نمیفته، دارم این مثال همینجوری میزنم، حتی اگه همه گروه های فمینیستی هم اینجوری باشن که ضد مرد بشن، باز من حق ندارم که بگم که آقا نه فمینیستی چیز خوب نیست، چون یه تعریفی داره اون تعریفش هم مشخص حق داریم ولی اشتباهه جان. نه شما گفتین حق ندارم اینو بگم، من میگم البته حق دارین ولی اشتباهه، یعنی حق گفتنشو دارید. آره دقیقه، چه چیزایی دقت میکنی، فکر کنم منظورم فهمیده. آره داستان اینه که، یعنی منظورم اینه که تو هم اپوزیسیون خودم دقیقا نمونه بارزش وجود داره، چقدر آدم هستن که به اسم مثلا مبارزه با جمهوری اسلامی دقیقا دارن منافع اون دنبال میکنن، نمونه هاشم زیاده، این حد تو ظاهر اینجوری به نظر. حالا من یه سوال داشتم راجع به این قضیه، راستش خیلی میتنم این سوالتو یادت نره، چون من یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا دفاع از حقوق سیاه‌پوستان توی آمریکا. خب این کاملا یک حرکتی هست که به جا هست، بالاخره نژاد ستیزی تو آمریکا وجود داره و خیلی جاها مثال داریم که حقوق سیاه‌پوستا مثلا تو آمریکا رعایت نمیشه. خب ولی خب ما توی این گروه های این اشخاص مثالایی داریم، کسایی که دفاع از حقوق سیاه‌پوستانشون رسوندتشون به نژاد ستیزی علیه سفیدپوستا. ما مثال داریم که بعضی اینجوری هست، یعنی اصلا از هر چی سفیدپوست اینا اصلا متنفرن. خب یعنی به اینجا رسوندتشون و این افراطی های این گروه ها که مثلا ما میتونیم خیلی مثال بزنیم، ما میتونیم بریم همه این افراطی های این گروه ها رو پیدا بکنیم نشون بدیم، ولی ممکنه یه کسی بیاد از این سوء استفاده بکنه که انگار اصلا نشون بده پس اصلا از حقوق سیاه‌پوستا مثلا تو آمریکا اصلا نباید دفاع بشه، برای اینکه نگاه کنین افراطی های این گروه ها رو. ولی نه، ما نباید افراطی های این گروه ها رو بهونه بکنیم که از حقوق سیاه‌پوستا مثلا تو آمریکا دفاع نشه. خب و این افراطی ها اتفاقا به ضرر حقوق همون سیاه‌پوستا هستن، برای اینکه اون از تبلیغاتی
کلن کنتر میکنه حرکت اونا رو. میگم خیلی وقتا اصلا برای این درست شدن که این کارو بکنن، یعنی نمونه‌هاش زیاده، حالا کاری نداره. نمیدونم آیا هدفشون انگیزشون نمیدونم واقعا این باشه. نه همشون، ولی میگم توشون هستن کسایی که مثلا به این حس وارد میشن، چون بهترین روز تخریب همینه دیگه. بعد یه مثلا یعنی چیزی هم که هست این که مثلا اگه یه نفر چه میدونم مثلا من میام مثلا یه روزی یه گروه میزنم مثلا در حمایت از مثلا آتیست ایران، خب مثلا من میگم آقا من یه آتیست ایرانی بودم که مثلا توی ایران بودم یه زمان، به هم ظلم شده، مثلا من مثلا با اون داستان رو متوجه شدم، اون درد رو کشیدم، حالا میخوام بیام که آقا مثلا توی یه رسانه درست کردم بیام از حقوق اینا دفاع کنم. خب این اصلا به این معنی نیستش که مثلا فردا روز چه میدونم کسی من بیاد بگه که آقا نه چرا حالا ایرانی تو بزن حمایت از آتئیست جهان. خب این اصلا تدافعی نداره، منم منظورم همونه، ولی چون مثلا اون درد رو متوجه شدم میتونم شاید حق اینا رو مثلا بیشتر متوجه میشم، خودم جزو اونا بودم، میفهمی منظورم. داستان مثلا حقوق زنان هم همینه، مثلا خیلی هاشون هستن زنانی که مثلا توی جامعه بودن مثلا تحت خشونت قرار گرفتن، تجاوز بهشون شده، اینا خب این جنس مثلا مبارزه رو بیشتر درک میکنن و حالا نمیشه بگو شما بیا از حقوق انسان دفاع کن، اون در حقوق انسان دفاع میکنه، ولی تو اون چیزی که بیشتر مثلا توش تجربه داره، حالا یه سری تخصص درسش رو خوندن یا هر چی، یا یعنی که تجربه بدی داشته تو بچگیش، برای همین انگیزش بیشتره. میخواد یعنی حتی اگه تخصص هم نداشته باشه ممکنه انگیزش به این بیشتر باشه، هر چی دوست دارین. خب من مثل همون کسی که داره دفاع مثلا مبارزه میکنه با اسلام به جای اینکه مبارزه بکنه با همه ادیان، خب دلایلش میتونه مختلف باشه، ممکنه اینکه اسلام رو بهتر میشناسه، ممکنه اینکه از اسلام بیشتر صدمه خورده، برای همین بیشتر انگیزه داره به خاطر اینکه با اسلام بجنگه، یا اینکه زبونی که صحبت میکنه نمیشناسه. آره ممکنه بقیه رو بنز کافی میدونه که بقیه هم مزهره، ولی مثلا ممکنه بنز کافی نمیشناسه. اینجوری نیست که مثلا بیا اگه علیه اسلام داره میجنگه، اگه یه نفر علیه مسیحیت داره میجنگه نمیاد بهش بگه که تو چرا علیه مسیحیت میجنگی، باید فقط علیه اسلام جنگی. نه اونو تایید میکنه کارشو، ولی خودش میخواد رو این تمرکز کنه. هیچ مشکلی وجود هیچ تناقضی وجود نداره، هیچ مشکلی هم وجود نداره، هر کسی میتونه راحت باشه. آدمای یه بعدی نیستن که میتونه همزمان تو مثلا فمینیست باشی به موقعش اون از حقوق مردان هم دفاع کنی، حالا آیه نازل نشده در جایی که آقا تو فقط باید مثلا چیز باشی، مثلا فقط اشنجا همیشه صحبت کنم، من دارم میشنوم چون من باید برم کوچیکو میام، ولی دارم چون این بلوتوث رو دارم میشنوم، همینجوری صحبت کنم. باشه آره برو. آره منظورم اینه که یعنی میشه همزمان اینا رو انجام داد و اینا. حالا داری میشنوی، من میگه سوال میخواستم بپرسم از هم و راستش ازاره میترسیدم این سوال رو بکنم. اولا که معذرت میخوام اگه این سوال یکی همه این سوال رو پرسید، میخواستم نظرت رو هم بدونم راجبش. من خودم اصلا اینجوری فکر نمی کنم و کاملا برعکسش فکر میکنم، ولی خواستم نظرت رو بپرسم. یه بار همین صحبت همین چیزا بود، یه نفر به من گفتش که بازم از زن میخوام حرف زشتی، ولی مگهش گفتش که من شما مثلا تو طول تاریخ نگاه کن مثلا چقدر مثلا مردایی که تو طول تاریخ شناخته شدن مثلا چقدر دانشمنداشو ببین، فلسفهشو ببین، نمیدونم هرچی، تو مثلا ده تا چیزو مثال زن، ولی گفت مثلا چند تا دانشمند مثلا فلان خانم میشناسی و اینا و نسبتشون چقدر بیشتره با اینا. اصلا میگم که تو جواب یه نفر اینو جواب این حرفو بهت بزنه، جواب چیه بهش؟ یه چیزی که من به ذهنم میرسید این بود که حالا بهشم گفتم خب مسلما یه تایم یه بازه زمانی زیادی، خب شما اگه جلوی یه سری آدم بگیری مثلا حالا نمونهاش بوده دیگه، دانشمند زنی که قدیم بودن خیلی هزار تا مشکل داشتن، مثلا نمیتونستن اندازه همون مردا چون من بتونم پیشرفت کنن، من گفتم یه دلیلش میتونه این باشه. حالا اگه اومدی حالا خواستم تو اگه یکی بدین حرف بزنی چی جوابشون، دلیلش میتونه مختلف باشه، یکیش همون چیزی که گفتی. خب حتی اگه حقوق الان کاملا برابر هم بشه، تأثیراتی که حقوق نامساوی روی یک جمعیت میذاره توی چندین نسل همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد. خب یعنی فقط با یک نسل، ببین مثلا شما فرض کنین که چند نفر تو مسابقه دو با هم هستن، خب ولی گروه A و گروه B با هم شروع میکنن و ببینین که برنده میشه. خب
ولی یه قانونایی دارین که گروه بی رو قبل از اینکه شروع کنن یه مش آدم میان با چوب میان پاشون رو میشکنن همیشه هر دفعه بعد مسابقه رو شروع میکنن. خب ولی بعد یه قانون میذاریم که نه این قابل قبول نیست دیگه این کار رو نمیتونیم بکنیم. خب دیگه از این به بعد پای بیارو نمیشکنیم، ولی شما اینقدر پاشون رو قبلا شکندین که هنوز پاشون چیزه، هنوز پاشون مشکل داره، بعد اگه برنده نشن میگین که چرا دیگه برنده نمیشی، قانونی که ما قطع کردیم، میگین قانون همه دیگه حقوقشون برابره، ولی خب نه، این تاثیر این قانون هنوز توش مونده، حتی با اینکه الان حقوق برابره تأثیرش هنوز مونده. یه شما هم اگه نگاه بکنین تأثیر مثلا تحصیلات یا تغییر تحصیل ثروت و اینا مولتی جنریشناله، یعنی حتی اگه حقوق برابر بشه چیزایی که قبلا روی گروهی تأثیر داشته تو گروه بعدی هم تأثیر داره. خب این یه نظر، البته من نمیدونم این چقدر تأثیرش هست. یه تأثیر دیگه هم که میتونه باشه، ببینید اینو من نمیدونم چقدر درسته، خب برای همین خودتون برین تحقیق بکنین. چیزی که از لحاظ ژنتیکی نشون داده شده، خب البته اونجوری که من برداشت کردم که میتونم اشتباه باشه، خب میانگین حقوق مرد و زن، میانگین هوش مرد و زن یکیه، میانگینش یکیه، خب ولی دیستریبیوشنش فرق میکنه. دیستریبیوشن چی میشه به فارسی؟ این نمودار زنگول شکلش فرق میکنه. دیستریبیوشن منظورتون فهمید؟ واقعا یادم نیست فارسی. توزیعش فرق میکنه، روش شکل پخشش فرق میکنه. آره هم توزیعش، شما... یعنی ببینید اگه نمودار میانگین حقوق، میانگین هوش مرد رو زن رو نگاه بکنید، البته هوش هم یه چیزی هست که فقط ژنتیک روش تاثیر نمیذاره، محیط هم روش تاثیر میذاره. ما نمیدونیم چقدر این نمیدونیم چقدرش این محیطیه چقدرش ژنتیکیه. خب ولی الان اگه اندازه بگیریم قاسم میگه میشه تقسیمش. خب الان اگه شما برین نگاه بکنین مثلا نمودار حقوق، میگم حقوق چرا میگم، نمودار تقسیم هوش مردها زنها اگه یک اینطوری باشه، خب مردها اینطوریه، یعنی میانگین جفتش رو نمودار و میانگین جفتش رو میفته رو یک جا. خب مثلا نمیدونم مثلا فرض کنیم میانگین اگه بگی همشو از 0 تا 100 حساب بکنیم که کمترین 0 باشه بیشترین 100 باشه، میانگین مردم میفته رو 50، میانگین زنا هم میفته رو 50. خب ولی البته 50 میشه میدین، حالا اینجا خیلی نمیخوام چیز کنم، ولی نمودار زنها رو اگه نگاه بکنین بلندتره، نمودار مردها رو اگه نگاه کنین یه ذره کوتاه‌تره، یعنی اونهایی توی مردها اونهایی که بسیار باهوش هستن و بسیار کم هوش هستن زیادتره. اینو نظرم چیه؟ یعنی کسایی که برای زنها، اون کسایی که وسط هستن خب زیادتره، ولی مردها هم خنگاشون بیشتره، هم هم نابغه‌هاشون بیشتره هم خنگاشون بیشتره. خب یعنی درسته که میانگینشون شبیه میانگینشون نزدیک همه، ولی نمودار مردا تقسیمش مقدار گسترشش بیشتره. خب ما برای مثلا دانشمند و اینا نابغه لازم بیشتر لازم داریم. خب درسته که یعنی این که مثلا میانگینتون یکی باشه به شما دانشمند و اینا نمیده، اون گروهی که مثلا نابغه بیشتر داره به شما دانشمند بیشتر میده. خب یعنی درسته که مردا خنگاشون از زنا بیشتره، خب ولی نابغه هاشون هم از زنها بیشتره. خب برای همین چون نابغه هاشون از زنها بیشتره دانشمند ما بیشتر میدیم. البته بازم بگم ما نمیدونیم که این روش، این پخش، این نمودار دلیلش آیا بیشتر ژنتیکیه یا دلیلش بیشتر، البته من نمیدونم، محیطه. خب یعنی ممکنه اگه حقوق و محیط و اینا رو کاملا یکی بکنیم، روش رفتار با مرد و زن هم کاملا تو محیط هم از بچگی یکی بشه، آیا نمیدونم، آیا این نمودار ممکنه توی سالهای آینده عوض شه. خب یعنی ممکنه نمودارها شبیه هم شه و اینا رو جواب دقیقش من نمیدونم چیه، فقط اینا چیزایی که بحث شده، نمیدونم چقدر این درسته یا غلط. یه 2-3 هزار سال دیگه معلوم میشه دیگه رفتارمون درسته. قاسم هم میگه محیط، میگه محیط از ژنتیک مهمتره. بله چیزی که ما دیدیم مثلا تو برابری مثلا تفاوت مثلا هوش تو نژادهای مختلف، این گپشون به شدت
بسته میشه. میدونی منظورم چیه؟ یعنی اینکه ما میدونیم که محیط تاثیرش روی هوش خیلی بیشتر از ژنتیکه. اثباتش همین توی ببین مثلا یه سری نژادها هستن که میانگین هوشش، میانگین آیکیشون از مثلا از یه نژادهای دیگه به شدت پایین‌تره. خب ولی وقتی که همون گروه نژادها توی محیط تو محیط‌های دیگه رشد پیدا می‌کنن، خیلی داریم میگیم بهش به این میگن فلین افکت. خیلی می‌بینیم که چقدر سریع این تفاوت میانگین داره از بین میره. خب یعنی کم میشه. و این نشون میده که چقدر تاثیر محیط رو هوش بیشتر از ژنتیکه. البته این نیست که ژنتیک تاثیر نداره. ژنتیک هم ببینید حتی ممکنه ژنتیک تاثیر داشته باشه، ولی تاثیری که داره میذاره با نسبتی با نژاد یا با جنسیت نداشته باشه. خب یعنی حتی اگه یه چیزی ژنتیکی باشه معنیش این نیست که شما نژاد روی اون تاثیر میذاره. بعضی فکر میکنن هر چیز ژنتیکیه پس میتونیم نژاد با نژاد میتونیم پیش بینی بکنیم که آیکیو یه کسی چقدر باشه، در صورتی که این درست نیست. خب یه چیز دیگه هم که تو مرد زیادتر هست و اینو میدونیم ژنتیکیه به خاطر اینکه به خاطر هورمون تستوسترونه، اینه که اینم یه موضوع دیگه هست که ممکنه تاثیر داشته باشه که من نمیدونم که این واقعا زیستیه به جای محیطی. تمایل به رقابت توی نه توی مرد فقط، نه تو هر کسی که تستوسترونش بالا باشه یه مقدار بیشتر هست از کسایی که تستوسترونشون کمتر باشه. و مردم معمولا تستوسترونشون از زنها معمولا بیشتره، ولی تو خود مردها هم اگه تستوسترون یه نفر رو بیشتر بکنیم میل به رقابت توشون میره بالاتر، و تو زنها هم اگه مثلا تستوسترون یه نفر رو بیشتر بکنیم میل به رقابت تو زنها میره بالاتر. و چون به طور میانگین مردم مقدار تستوسترونشون از زنها بیشتر باشه، ممکنه این تمایل به رقابت باعث بشه که مثلا ما تو مردها کسای سی او های بیشتری داشته باشیم یا دانشمندای بیشتری داشته باشیم، که این البته خب متاسفانه ملاک خوبی نیست. یعنی ممکنه ببینیم مثلا ما یه چیزی که نشون داده شده اینه که زنها مدیران بهتری هستن از مردها به طور میانگین. خب ولی چون مردها تمایل به رقابتشون از زنها ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کارهای مدیریتی رو بیشتر از زنها بگیرن به خاطر اینکه رقابت شد بیشتر با هم میکنن. ولی این معنیش نیست که چون میتونن مدیر بیشتر بشن مدیر بهتری خواهند بود. خب یعنی ممکنه اینه که زنها مدیر بهتری بشن ولی مردها قابلیت گرفتن مدیریت رو بیشتر از زنها داشته باشن به خاطر اینکه میل به رقابت بیشتر دارن. اینا هم البته همش حدس گمانه، من نمیدونم چرا اینا بحثایی که داره میشه نمیدونم چقدر درسته. ممنون از توضیح کاملت، دست در نکن. خواهش. راستش هیچ موقع آدم من یعنی من خودم هیچ موقع سیر نمیشم چرا صحبت میکنیم، آدم هم سوال پیش میاد دوست داره باید بحث کنه ولی میدونم کار داری و اینا هم میدازم دفعه بعد باز باید مزاحمت میشم. ممنون شجا. یه چیز میگم میلادم تشکر کنم، حالا به عنوان کسی که دمشقم که حمایت میکنه و اینا و منظر میخوام که ما نمیتونیم، امیدوارم یه روز شرایطش بر ما پیش بیاد بتونیم. شما اگه ویدیوهای ما رو لایک بکنید خودش خیلی کمکه. خب آره این کارو که میکنیم و خیلی هم معرفی آره. میکنیم به این اون، ولی خب آدم دوست داره که میکنم انجام بده، یه موقع شرایطش حالا میدونی چرا دیگه نیست دیگه. آره نه ولی من میگم این لایک کردن این ویدیوها واقعا تاثیر مثبت میذاره روی کانال ما، این خودش خیلی کمکه. یعنی کمک مالی کسایی که نمیتونن بکنن یا نمیخوان بکنن واقعا اصلا لازم نیست، و ممنون کسایی که حتی ایمیلو دارن و نمیکنن اشکال نداره، شما فقط لایک بکنین ویدیوهای ما رو، این خودش خیلی حمایته. آره میدونم درست میگی و امیدوارم یه روز بتونیم همدیگه ببینیم و برای تعریف کنم که چقدر تاثیر داشته کارات و ویدیوات و اینا. حالا مرسی و یه دوست دارم آدم جبران کنه دیگه. دمت گرم، مرسی. آره ممنون فعلا.